درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از English for Persians. امروز توی این ویدیو به ضرب المثل سکوت نشان رضایت است میپردازیم. سکوت نشان رضایت است. این رو زمانی میگیم که به هر حال فرد در پاسخ مثلا چیزی که ازش میپرسیم آره یا نه نمیگه، سکوت اختیار میکنه و ما میگیم مثلا خب اگر موافق نبود چیزی میگفت، یا زمانی که ما در برابر کاری سکوت میکنیم و میذاریم اون کار اتفاق بیفته، یعنی این که ما راضی بودیم، ما هم رضایت داریم و دخالتی نکردیم، اجازه داریم اون اتفاق بیفته، پس با سکوتمون ما داریم رضایتمون رو نشون میدیم و موافقتمون رو در واقع داریم نشون میدیم و مخالفتی نکردیم، چون مخالفتی که داشتیم میگفتیم، چون نداشتیم گذاشتیم به همین ترتیب برجو. این رو ما توی این زمان استفاده میکنیم و خب حالا تو زمان انگلیسی، تو زبان انگلیسی هم به همین شکل هست، همین حوزه رو پوشش میده و واژه هاش هم اینه. Silence means consent و دقیقا این هم داره همون واژه ها رو استفاده میکنه. سکوت یعنی اجازه دادن. اوکی؟ سکوت یعنی consent، اجازه، همون رضایت داشتن. Silence means consent، سکوت یعنی رضایت. حالا میتونیم به شکل دیگه هم بگیمش، شکل دیگه هم داره، استفاده میشه بین مردم رایج هست. مثلا میگن silence implies consent، یعنی وقتی میگیم implies یعنی نه به شکل مستقیم ولی به حالت غیر مستقیم این نشون رو میده، این اجازه رو میده، این consent رو بهش اشاره میکنه، اشاره میکنه به رضایت یا اجازه. پس سکوت اشاره داره به رضایت یا اشاره داره به همون اجازه یا رضایت، حالا هر کدوم که بگیم. و دیگه چی مثلا میگن؟ silence gives consent، چون consent اجازه چیزی هست که باید بدیم دیگه، اجازه بدیم، اجازه دادن همون حالت. دوباره ما از give هم میتونیم اینجا استفاده کنیم، پس میگیم silence gives consent. پس شما ممکنه این رو به شکل مختلف ببینید، اما کلا همشون یکسان و خیلی حالت ایدیوماتیک یا ضرب المثلی نداره، چون دقیقا واژه ها دارن همون معنی رو که پشت خودش هست رو دارن میگن دیگه، یعنی نمیخواد ما یه معنی دیگری رو ازش بکشیم بیرون. اوکی، حالا بریم نمونه هاش رو با هم دیگه ببینیم. ای میگه What did Fred say when you told him we were thinking of leaving the office early? He didn't say anything. Then he must not mind if we go. Silence means consent. Okay? این میفرسه که با فرد چی گفت؟ وقتی که بهش گفتی که ما فکر این بودیم که به این فکر افتادیم یا داریم به این فکر میکنیم که امروز زودتر دفتر رو ترک کنیم، زودتر بریم. بهش گفتی چی گفت؟ He didn't say anything. چیزی نگفت. Then he must not mind. Mind to mind یعنی ناراحت شدن و اذیت شدن یا مخالفت داشتن. Then he must not mind. ناراحت نمیشه، مشکلی نخواهد داشت. If we go. پس اگه ما بریم ناراحت نباید بشه. نباید بشه. یعنی پیش خودمون، نه اینکه نباید امر کردن ها. یعنی وقتی پیش خودمون حساب کتاب میکنیم، وقتی که هیچی نگفته پس نباید ناراحت بشه اگه بریم. Silence means consent. سکوت نشانه رضایته. پس اگه هیچی نگفته یعنی که مشکلی هم نداره. He must not mind if we go. پس این ترکیب رو بهش نگاه کنیم ببینید میتونید باش چه جمله های دیگه بسازید. به هر حال میتونه چیزی باشه که شاید زیاد ازش استفاده ندارید. البته نمیگم همه باید همه جمله هاشون این شکلی باشه، ولی خب معمولا ما از این ترکیب ها کمتر استفاده میکنیم. جمله هامون خیلی حالت استاندارد داره. اوکی، این مدار نیتیب لایک داره. و اما جمله بعدی If you close your eyes to robberies then you're one of them. Silence means consent. این جمله هم که هر حال فرد داره اینو میگه، در واقع مثل این که داره معنی این رو دینگار میگه، حالا این بار با robberies میگه که اگر چشمات رو روی دزدی ها ببندی، اگر چشمهایت رو ببندی روی دزدی ها then you're one of them، اون وقت تو هم یکی از اونایی. اوکی؟ اینجا You are one of them، اون وقت تو هم یکی از اونایی، نمی تو هم از دوست داری، تو هم از اون دسته شریک
هستی؟ اونی که با شراکت میکنه مجرم هم هست، همون هست، چی میدونم، نمیدونم ایش سر و مثل داره یا نه، یه چیزی لازم هم بزنم. اگر شما سکوت میکنی شما شریک دزدی، آره شریک دزد، شما هم شریک دزدی، شما با اونا هم دستی. Silence means consent. Silence اینجا یعنی اینکه مثلا اونا رو مثلا حرفی بهشون نزنیم یا مثلا لوشون ندیم یا هر چیزی ماننده این. اگر همچین کاری نکنیم پس ما هم یکی از اونایم و اونجا این سکوت نشانه اجازه دادن هست، یعنی ما به دزدها اجازه میدیم دزدیشون رو انجام بدن، ما هم که به اونا اجازه میدیم، یا بگیم ما رضایت داریم که اونا به دزدیاشون بپردازن. پس سکوت نشان رضایته یا سکوت نشانه که ما بهشون اجازه دادیم. و همونطور هم که گفتم میتونیم بگیم سکوت، سکوت silence means implies یا gives و بعد consent. اوکی این بود سکوت نشان رضایته در زبان انگلیسی. امیدوارم که از این درس مطلبی را آموخته باشید و راضی باشید. شما توی ویدیوی بعدی میبینم. تا موقع پیروز شاد باشید. پدر.